همه چیز درباره رمزارز هارمونی. مقیاس پذیری، سرعت تراکنش ها و تمرکز زدایی از جمله مسائلی هستند که هر پروژه در بازار کریپتو با اونا دست و پنجه نرم می کنه. هارمونی یکی از رمزارزهاییه که با تلاش برای بهبود موارد بالا خودش رو به بازار عرضه کرده. تو این ویدیو قصد داریم به معرفی و بررسی این رمزارز و جایگاه اون در آینده بازار کریپتو بپردازیم. پس این ویدیو رو از دست ندید و تا پایان همراه ما باشید. سلام، به کانال پرشین تریدر خوش اومدید، جایی که تریدرهای موفق برای بروز نگه داشتن آموزش‌ها و اطلاعاتشون در مورد بازار به سراغش میان. اگه دوست دارید همیشه آموزش‌های بروز ما رو ببینید، با لایکاتون از ما حمایت کنید و کانال یوتیوب ما رو برای دونستن اخبار و مطالب بروز سابسکرایب کنید. با روشن کردن زنگوله میتونید اولین نفری باشید که ویدیوهای آموزشی ما رو تماشا میکنه. پروژه هارمونی که توکنش وان نام داره در اواخر نیمه اول سال 2019 به شکل IEO یا ارز اولیه صرافی از طریق بایننس به بازار عرضه شد. در زمان این ارز اولیه قیمت هر توکن وان که بر بستر بایننس سمارت چین راه اندازی شد 2.3175 بود و با سرمایه گذاری بایننس در کل حدود 23 میلیون دلار سرمایه جمع آوری شد. در زمان تهیه این ویدیو قیمت این رمزارز حدود 23 سنته که نشون دهنده بازدهی خوب این رمزارز از زمان عرضه شدن به بازاره. در حال حاضر این رمزارز در رتبه 58 سایت کوین مارکت کپ قرار داره و مارکت کپش در حدود 2 میلیارد و 460 میلیونه و تعداد هولدرهاش بعد از رشد خیره کننده‌ای که داشت به بیش از 21 هزار آدرس رسیده. اما بریم سراغ بررسی ابعاد مختلف این پروژه، ساختار شبکه و کاربردهایی که داره. هارمونی یک پلتفرم بلاکچینی غیر متمرکزه و به عنوان پلی بین مقیاس پذیری و تمرکز زدایی عمل میکنه. توسعه این پروژه با شعار تمرکز زدایی و با تمرکز بر انتقال داده و ایجاد بازارهایی برای رمزارزهای مختلف و NFT ها صورت گرفته. تیم پروژه هارمونی به کاربرانش وعده داده که انتقالات رو با تأخیر و کارمزد حداقلی به انجام برسونن. هارمونی با به انجام رسوندن و محقق ساختن این وعده ها سعی داره در آینده به زیرساختی برای اقتصاد غیر متمرکز تبدیل بشه. تیم پروژه هارمونی بر این باوره که هیچ کدوم از پلتفرم هایی که تا الان روی کار اومدن نتونستن به درجه قابل قبولی از مقیاس پذیری و تمرکز زدایی برسن. به همین دلیل هم هست که شعار و تمرکز اصلی این پروژه بر این دو اصل معطوف شده. هارمونی با استفاده از تکنولوژی شاردینگ قصد داره امنیت و اعتبارسنجی تراکنش ها، ارتباطات شبکه، وضعیت بلاکچین رو بهبود ببخشه. روشی که هارمونی برای این کار پیشنهاد داده رهایی از روش مدولار یا هسته‌ای و رفع مشکل اجماع در مقیاس پذیریه. این روش با استفاده از اضافه کردن لایه‌هایی برای روش اجماع، شبکه و سیستم عمل می‌کنه و عملکرد سیستم رو بدون آسیب به تمرکز زدایی بهبود میده. اما منظور از شاردینگ چیه؟ شاردینگ یک نوع پایگاه داده یا دیتابیس تقسیم بندی شده است. پروسه شارد کردن به این صورته که یک داده رو به چند قسمت کوچکتر و قابل مدیریت با هدف بهبود عملکرد و کاهش مدت زمان لازم برای پردازش تبدیل کنه. هدف شاردینگ اینه که با تقسیم کردن بلاکچین به چند سگمنت یا بخش قابل کنترل، قدرت شبکه بیشتر شده و تراکنش‌های بیشتری در هر ثانیه اعتبارسنجی و تایید بشن. در واقع یکی از مزایای شبکه هارمونی استفاده از همین تکنولوژی هستش. حالا که با اهمیت و کاربرد شاردینگ آشنا شدید، باید به این موضوع اشاره کنیم که یکی از مشکلاتی که در زمینه شاردینگ وجود داره، انتقال بین شاردهای مختلفه. برای بهتر متوجه شدن این موضوع به این مثال توجه کنید.
زمانی که کارت‌های اعتباری برای اولین بار توسط بانک‌ها به مشتریانشون عرضه شدن، این مشکل وجود داشت که کاربر بانک الف فقط میتونست به کاربری پول انتقال بده که اون هم مشتری بانک الف باشه و اگه از بانک ب استفاده میکرد نمیتونست انتقالش رو انجام بده. اما بعد از مدتی ارتباط بین شبکه بانک‌های مختلف برقرار شد و الان شما از هر بانکی که بخواید میتونید به بانک‌های دیگه یا عضو شبکه شتاب وجه انتقال بدید. یکی از مشکلاتی که رمزارزهایی مثل اتم، پولکادات و حتی احتمالاً در آینده کاردانو با اون مواجه هستند، انتقال بین شارت‌های مختلفه که این مشکل در شبکه هارمونی حل شده و همین موضوع باعث شده تا از لحاظ امتیاز فنی شبکه هارمونی نمره بالایی از طرف کارشناسان بلاکچین کسب کنه. نکته مثبت دیگه در این پروژه اینه که بخش زیادی از مقیاس پذیری و امکانات موجود در شبکه هارمونی مربوط به استفاده از پروتکل FBFT برای پردازش چند لایه‌ای تراکنش‌ها و مقیاس پذیری با توجه به سایز شبکه و بهبود تأخیر در اتصاله. توضیح ساده این پروتکل‌ها به این شکله که یک سیستم توزیع شده شامل چندین گره که هر گره یک سرور مستقله. این نودها با ارسال پیام از طریق شبکه با هم ارتباط برقرار می‌کنند و برخی از وظایف رو طبق پروتکلی که با اون مطابقت دارن انجام میدن. انواع مختلفی از خطاها در شبکه وجود داره که به گره‌ها یا نودها مربوط میشه، اما اساساً میشه اونها رو به دو دسته عمده تقسیم کرد. اولین نوع خطا خرابی گره، قطع شبکه، از دست دادن بسته و مواردی از این قبیله که گره قصد مخرب نداشته باشه. اینها گسل‌های غیر بیزانسی هستند. نوع دوم جاییه که یک گره میتونه عملکرد مخربی داشته باشه که به اونها گسل‌های بیزانسی گفته میشه. پروتکل تحمل خطای بیزانس سریع یا FBFT یک پروتکلی که میتونه ثبات و در جریان بودن سیستم توزیع شده رو حتی در صورت وجود گره‌های مخرب در سیستم تضمین کنه. همه پروتکل‌های مشابه این فرض اساسی رو دارن که تعداد گره‌های مخرب کمتر از مقدار آستان است. اما اگه بیش از 50 گره مخرب وجود داشته باشه، شبکه به طور کامل توسط گره‌های مخرب کنترل میشه. اما این مشکل در پروتکل رمزارز هارمونی وجود نداره و این یک مزیت فنی بزرگ برای این پروژه محسوب میشه. اما اگه بخوایم یه مقایسه با چند شبکه پرکاربرد و محبوب دیگه داشته باشیم، میتونیم به این مقایسه از طرف تیم توسعه دهنده هارمونی بپردازیم که البته در این تصویر به اشتباه قابلیت پشتیبانی از قراردادهای هوشمند برای کاردانو در نظر گرفته نشده. همونطور که میبینید کمترین زمان لازم برای پردازش تراکنش ها متعلق به سولانا با 0.4 ثانیه و سپس هارمونی با 2 ثانیه است. از لحاظ کارمزد تراکنش، هارمونی و سولانا کمترین کارمزد رو بین این 7 رمزارز دارن. اما نکته‌ای که به کاربرد توکن وان در اکوسیستم هارمونی مربوط میشه، بحث حکمرانی یا گاورننس که در سولانا و کاردانو وجود نداره. در واقع بر حسب میزان دارایی شما میتونید در تصمیم گیری های اکوسیستم هارمونی سهیم باشید. شاید یکی از مهمترین بخش های این مقایسه به بحث ارتباطات بین بلاکچین ها مربوط باشه که هارمونی با بایننس سمارت چین و اتریوم ارتباط داره، ولی کاردانو و سولانا در زمان فعلی به طور رسمی و کاربردی ارتباطی با سایر بلاکچین ها ندارن. تنها نکته منفی در این مقایسه مربوط به درصد پایین‌تر مشارکت در شبکه از طریق استیکینگ که برای هارمونی 42، سولانا 67 و کاردانو و پولکادات بیش از 70%. با توجه به مسائل مطرح شده در این ویدیو میشه این نتیجه رو گرفت که هارمونی یکی از رمزارزهای آینده دار این بازاره که با توجه به تلاش برای گسترش فعالیت در حوزه‌های مختلف از جمله گیمینگ، NFT و شیوه پرداخت میتونه جایگاه بهتری رو در آینده تصاحب کنه. این بود از معرفی رمزارز هارمونی. خیلی ممنون ازتون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. امیدواریم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. نظرات و سوالاتتون رو تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.